شما خود من شروع کنم یا شما شروع میکنم؟ اشکال نده برنامه زندگی. خب شما بینندگان گرامی، یکی از هنرمندان شهرمون که هنوز به یه سال نشده که به شهر تورنتو اومده، هفت ماه، آقای حسین سلیمانی. خوش آمدی، سال نو تو مبارک. خوش آمدی، سال نو تو مبارک. سال نو شما مبارک باشه. امیدوارم که امسال سال خیلی بهتر از پارسال باشه برای همه، نه فقط ایران، برای همه، برای همه دنیا. مرسی ایرانیان که به اصطلاح زجر کشیده و گرفتار. دو بار به ایشون خوش آمد گفت، یه خوش آمد به کانادا، یه خوش آمد به تلویزیون آی تی سی تی وی. خب حالا جالب اینجاست که شو خانم، حالا چطور شده که از یه نفر که تازه به تورنتو اومده ما داریم بهش میگیم که بفرمایید لطفاً تشریف بیارید اینجا هنرنمایی بکنید، ما هم مردم هم با چهره شما آشنا بشن. حسین آقا الان راجع به سابقهش میگه آقای سلیمانی که در ایران چیکارا کردین هفت ماهه، متا در عرض این چند ماه یکی از شاهکاراش اینه که یه گروه خارجی همراه نوازندگان خارجی رو یک گروه درست کرده که مشغول شدیم. معمولا یکی دو سال طول میکشه تا جا بیفتن، ولی ایشون این هنرش رو داشتن که شد. اول راجع به خودت صحبت کن آقای سلیمانی که در ایران چیکار میکردی؟ سابقه کارید چی میزنی؟ بند در زمینه تحصیلی مهندسی عمران دانشگاه شریف خوندم و سبب علاقه ای که داشتم تو زمینه های مطالعات فرهنگی و غیر از این زمینه که قبلا هم داشتم، توی زمینه مطالعات ادیان و عرفان تو دانشگاه تهران فوق لیسانس گرفتم و در طول سالیان گذشته، در 20 سال گذشته، هم همیشه تو مدارس خصوصی موسیقی در محضر اساتید بزرگی که توی ایران بودن همیشه ازشون استفاده کردم در زمینه نوازندگی و آهنگسازی تئوری موسیقی. تو این زمینه توی مدارس خصوصی موسیقی تحصیل داشتم و تو ایران هم گروه موسیقی داشتم همیشه که توی جشنواره‌های مختلف داخل ایران خارج از ایران شرکت کردیم. 3 آلبوم با آهنگسازی خودم با این گروه منتشر کردیم و توی 3-4 سال گذشته خیلی به سبب علاقه شخصی خودم توی زمینه موسیقی تلفیقی یه مقدار سعی کردم یه کارهایی انجام بدم که خب تو ایران هم چند تا کنسرت داشتیم، تالار وحدت، تالار رودکی و بعد از اون ادامه این پروژه دیگه اومدم تورنتو. خب تورنتو هم یه شهر اینترنشناله، تمام نوازنده های دنیا بالاخره هستن، سازهای مختلف دنیا، خیلی آدم دستش بازتره. انتخاب خوبی بود. انتخاب خوب، ما کاملا راضی هستیم. شما خانم قبل از اینکه ادامه بدیم اجازه بدیم که بریم یکی از ویدیوهایی که ایشون مثلا اجرای برنامه کردن بله. ببینیم و برگردیم. کجا اجرای برنامه کردن اینجا؟ نه ویدیوهایی که واسه ما فرستادن اینجا هم اجرای برنامه کردن در دانشگاه و جای دیگه. ببینیم برنامه شنیدیم و دیدیم و لذت بردیم، امیدوارم شما هم به اندازه ما لذت برده باشین. خب اینجا گروهی که با غیر ایرانی ها تشکیل دادیم به چه صورتی، چجور آشنا شدیم و چه کارهایی میکنیم؟ آره انگیزتون چی بود که مثلا یک گروه خارجی نوازندگان غیر ایرانی رو انتخاب کردید؟ من همونجوری که خدمتون گفتم وقتی که اینجا اومدم به سبب اون کارهایی که تو ایران کرده بودم دوست داشتم تو زمینه موسیقی تلفیقی و سازه غیر ایرانی هم تجربه داشته باشم. روی حسن اتفاق از طریق بعضی از دوستانم با یه سری مؤسساتی آشنا شدم اینجا که کار موسیقی اینترنشنال ورلد میوزیک انجام میدادن، مؤسسات کانادایی و اشخاصی آشنا شدم که توی این زمینه‌ها فعالیت میکردن. از طریق اونها با چند تا نوازنده آشنا شدم و خودم هم چون آدمی هستم که دوست دارم تو اجتماعی جدید برم با کامیونیتی های لاتینو و همچنین عربا و برخی کشورهای دیگه یه سری برنامه‌هایی داشتیم که حالا تو فیسبوک و توی همین مؤسسات باهاشون آشنا شده بودم و با این نوازنده آشنا شدم. تصمیم گرفتم یک پروژه با هم انجام بدیم که این پروژه که انجام دادیم یه پروژه بر اساس موسیقی ایرانی و موسیقی عربی بود، دو زبانه بود، فارسی و عربی. بخش فارسیش رو خودم می‌خوندم که تقریبا اکثر قسمت ها از اشعار مولوی بود، بخش عربیش رو یه خانم سوریه‌ای که باهاش آشنا شده بودم ایشون میخوند و اینها رو یه 4-5 ماه این ملودی ها رو، این آهنگ ها رو با هم ترکیب کردیم و بعد نوازنده های دیگه ای آوردیم. دو نفر از
کشور برزیل و کولومبیا و دو نفر هم از کشور مجارستان و اینها رو با هم تمرین کردیم و تنظیم کردیم که تونستیم یه پروژه‌ای به اسم The Path که همون گذر عبور راه مسیر بله مسیر اینو ما تونستیم انجامش بدیم. حالا انتخاب این نوازنده ها به اصطلاح انگیزه خاصی داشت که مثلا بگین که از کولومبیا باشه یا از کشور مجارستان یا علتش یا اینکه همینجوری شانسی مثلا نه کشور خاصی مد نظرم نبود. این گروه هم صرفا بر اساس همین پروژه‌ای که انجام دادیم شکل دادیم، یعنی از قبل وجود نداشت. این بچه‌ها رو می‌شناختم جای مختلف ولی سازهای خاصی و مد نظر داشتم که خب مثلا اون سازی که مد نظرم بود کنترباس نوازندش بر حسب اتفاق مجارستانی شد، یا آکاردئون که مد نظرمون بود نوازندش برزیلی بود، یا مثلا نوازنده های لاتینو تو بخش سازهای کوبه‌ای پرکاشن خیلی قوی هن. یه خانومی باش توی برنامه آشنا شدم که خونشون پرکاشنیست خیلی قدریه، خیلی خوبه و اهل کولومبیاه. کشور مد نظرمون و بیشتر رو سازا مد نظرمون بود ولی خب این انتخابایی که داشتیم نه همونجور که قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم گفتی سازه کوبه‌ای رو آمریکای جنوبی خیلی بله مثلا تخصصشون بله. سازه کوبه‌ای دیگه بله. وقت با این گروه اینجا آشنا شدیم با اینا برنامه اجرا کردین، کنسرتی برنامه‌ای داشتین یا نه؟ بله بله این گروه یه پروپوزالی من نوشتم و این بچه‌ها رو جمع کردم ازشون خواستم که بیان با هم یه برنامه داشته باشیم تو مؤسسه اسمال ورد میوزیک. این پروپوزال ما بهشون ارائه دادیم چون اونا هم کار ورد میوزیک میکنن و پذیرفتن. ما 22 فوریه توی اونجا یه کنسرتی داشتیم که خب خیلی هم استقبال شد، هم از طرف ایرانی ها و هم از طرف عرب ها و هم اشخاص به اصطلاح وایت که غیر از این دوتا کامیونیتی بودن، کسایی که کانادایی هم بودن اصالتا اینجا اومدن برنامه و خب خیلی هم دوست داشتن. قرار بود چند تا برنامه دیگه داشته باشیم توی کامیونیتی ایرانی و همچنین مونترال و اینا، همون پروژه رو که خورد به این کرونا. بله حالا این از این کنسرت دارین چیزی که ما ببینیم؟ بله خدمتتون. خیلی خوب بس میریم نگاه بکنیم. بس بریم ببینیم برگردیم. بله واقعا خسته نباشیم. ما شده در عرض مدت 7 ماه درست اینجا اومدیم چه پیشرفتی. این گروه کی تشکیل شد؟ این گروه اساسش رو تقریبا من از 5 ماه پیش گذاشتم، با این بچه‌ها کم کم آشنا شده بودم و تمرین کردیم ولی خب به صورت جدی دیگه توی 3-4 ماه گذشته خیلی تمرینات فشرده‌ای داشتیم که این پروژه رو شکل دادیم. چند نفرین؟ 6 نفر. و شما سرپرست گروه هستین؟ تنها ایرانی هستین اونجا؟ بله دیگه همه غیر. پس ایرانی و سوریه‌ای، کولومبیایی، برزیلی و دو تا برادر مجارستانی. بله بله. می‌خواستم فقط یه نکته‌ای رو بگم. ما یه مهمونی داشتیم در برنامه قبل میگفتش که مهندس کامپیوتره ولی عاشق رقص، رقص یاد گرفته و معلم شده. میگه برای اینکه مادر پدرها تو ایران همه ما رو مجبور میکنن یه برار بریم حتما دانشگاه، شما مهندس عمران هستین ولی رفتین تو کار موسیقی. واقعا برها خسته نباشین. من فکر میکنم چه سازایی رو میزنید؟ من ساز اصلیم کمانچه است که خدمت اساتید بزرگی مثل آقای فرشپوری، آقای شکارچی و آقای کلهور افتخار داشتم و همچنین اساتید دیگه استفاده کردم و ساز ستار هم میشه چند تا از اساتید کار کردم و بیشتر به عنوان ساز دوم خودم همیشه زدم و این دوتا ساز رو خیلی جدی کار میکنم. سازهای دیگه که کار میکنم همینجوری حالا برای واسه خودتون داریم. اون چه سازهای رو علاقه دارین غیر از این دوتا؟ والا به صورت جدی ساز دیگه ای نیست ولی برای علاقه شخصی خودم به پیانو علاقمندم، ویولون دارم، حالا باید سازم آمده چند علاجه حتما به اونام خواهی پرداخت و استاد خواهی شد. من پر حال... ایدیشون رو بدین آقای زهری، شما باید بریم به آمدش کنید. این ایدی شما آخرین باری که ایدی گرفتی کی بود؟ همیشه من میبوسم به یکی ایدی دادم گفت آه 35 سال من ایدی نگرفته بودم. من سال پیش ایدی گرفتم. آها چون تازه از ایران اومدی دیگه، 7 ماه اومدی دیگه ایران. خوشبختانه این رسم رسوم ها هست اینجا، پدر مادرم ولی ایران هست. این رسم رسوم ها تو ایران هنوز هست ولی در خارج از ممنون از اینکه اومدین دعوت ما رو قبول کردین. ما دو قسمت ما میخواییم که هم بسیار کمانچه برای ما بنوازیم واسه بینندگانمون و هم بعدش هم ستار.
در خدمت شما هستم. ممنونم. مرسی آقای حسین سلیمانی. آقای قفور. Thank you.
بنده.